با سلام خدمت همراهان عزیز، ما سال نو رو با خبرای خوب شروع می‌کنیم و به اینترنتی که همه در انتظار اون هستن می‌پردازیم، یعنی اینترنت استارلینک ایلان ماسک. خب امیدواریم تا اینجای کار تعطیلات نوروزی خوبی رو سپری کرده باشید. اما اصل ماجرا، اسپیس ایکس قصد دارد با فرستادن هزاران ماهواره استارلینک به مدارهای پایینی زمین امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را در همه جای جهان فراهم کند. قبل از هر چیزی، اگه تازه به کانال فکت فارسی وان پیوستید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدید ما جا نمونید. تقریبا 3 میلیارد نفر یا حدود 40% جمعیت دنیا از دسترسی به اینترنت محرومند و از 4.5 میلیارد نفر مشترک فعلی نیز خیلی ها دسترسی به اینترنت پرسرعت، ارزان و با کیفیت را ندارند. برای همین است که اخبار از راه رسیدن اینترنت ماهواره استارلینک بسیاری از کاربران را امیدوار کرده است. در این ویدیو قرار است به اینترنت ماهواره و مخصوصاً پروژه استارلینک اسپیس ایکس بپردازیم. با فکت فارسی وان همراه باشید. اینترنت ماهواره‌ای پدیده جدیدی نیست و همین حالا نیز شرکت‌هایی وجود دارند که خدمات اینترنت ماهواره‌ای ارائه می‌دهند. بزرگترین ارائه‌دهنده‌های اینترنت ماهواره‌ای در حال حاضر دو شرکت ویاسات و هیوزنت می‌باشند. جالب است بدانید هر دوی این شرکت‌ها برای اولین بار در سال 2012 سرویس اینترنت ماهواره‌ای خود را ارائه دادند و هیوزنت 1.3 میلیون نفر مشترک در آمریکا دارند. اما چرا این بار داستان فرق می‌کند؟ و همه دنیا با اشتیاق فراوان اخبار پروژه استارلینک را دنبال می کنند و بی صبرانه منتظر عرضه اینترنت ماهواره اسپیس ایکس هستند. جواب پرسش بالا در تفاوت سیستم منظومه ماهواره استارلینک با دیگر منظومه های ماهواره اینترنتی نهفته است. استارلینک قرار است جهانی باشد و از لحاظ تئوری قابلیت سرویس دهی آن مختص منطقه جغرافیایی خاصی نخواهد بود. استارلینک با توجه به تعداد بیشتر ماهواره، پهنای باند بسیار بیشتری خواهد داشت و در نتیجه به کاربران بسیار بیشتری سرویس خواهد داد. تا پیش از این یکی از مهمترین معایب اینترنت ماهواره‌ای، تأخیر بسیار بالای آن و محدود بودن سرویس به یک کشور یا قاره خاص بوده است. دلیل این تأخیر زیاد و محدودیت جغرافیایی این است که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ماهواره‌ای تا پیش از این ماهواره‌های خود را در مدار زمین ثابت قرار می‌دادند. سرعت گردش ماهواره‌هایی که در این مدار قرار می‌گیرند برابر با سرعت چرخش زمین به دور خود است و در نتیجه ماهواره عملاً از دید ناظر زمینی در یک نقطه ثابت در آسمان ثابت باقی می‌ماند. همچنین ارتفاع 35000 کیلومتری مدار این ماهواره‌ها باعث می‌شود تأخیر اینترنتی که ارائه می‌دهند در بهترین حالت به 550 میلی ثانیه و در عمل تا 600 میلی ثانیه برسد. چنین میزان تأخیری سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای سنتی را برای مصارفی مثل ارتباط صوتی تصویری و بازی‌های ویدیویی بسیار نامناسب یا حتی عملاً غیر قابل استفاده می‌کند. اما ماهواره‌های استارلینک قرار است در مدار پایینی زمین یا LEO با ارتفاع 500 کیلومتر در فاز اول و 300 کیلومتر در فازهای بعدی، یعنی 70 تا 100 برابر نزدیکتر از ماهواره‌های مدار GEO قرار بگیرند. همین موضوع باعث می شود تأخیر اینترنت ماهواره استارلینک از لحاظ تئوری حتی از فیبر نوری هم کمتر باشد. اما چطور ممکن است سیگنالی که به فضا می رود و دوباره به زمین برمی گردد از سیگنالی که درون فیبر نوری مسیر کوتاه‌تری را طی می کند سریع‌تر به مقصد برسد؟ پاسخ در تفاوت سرعت حرکت نور و امواج الکترومغناطیس در شیشه یا همان فیبر نوری و خلع نهفته است. سرعت نور در فیبر نوری تنها 2/3 سرعت حرکت امواج الکترومغناطیسی در خلع است. با توجه به نتایج تست‌های سرعتی که به تازگی منتشر شده، مشخص شده است که میزان تأخیر اینترنت استارلینک فعلاً بین 30 تا 90 میلی ثانیه است و حتی بعضی از کاربران میزان تأخیر 20 و 21 میلی ثانیه را نیز گزارش دادند. ایلان ماسک نیز پیش از این گفته بود با اجرای شدن فازهای بعدی میزان تأخیر استارلینک میتواند تا 8 میلی ثانیه کاهش پیدا کند. این یعنی برای اولین بار میتواند از اینترنت ماهواره‌ای
برای مصارفی مانند تماس صوتی و تصویری و بازی‌های ویدیویی استفاده کرد. یکی دیگر از معایب اینترنت ماهواره‌ای تا پیش از این کم بودن تعداد ماهواره‌های موجود در مدار بود که باعث می‌شد کاربران زیادی مجبور شوند پهنای باند یک ماهواره را با یکدیگر به اشتراک بگذارند که در نتیجه سرعت مشترکین اینترنت ماهواره‌ای را کاهش می‌داد. کم بودن تعداد ماهواره‌ها همچنین باعث محدود شدن تعداد کاربران بالقوه نیز می‌شود. برای مثال حتی اگر ویاسات و هیوزنت پوشش جهانی داشتند، برای جلوگیری از افت شدید سرعت نمی‌توانستند به ده‌ها یا صدها میلیون نفر سرویس دهی دهند. اسپیس‌ایکس اما قصد دارد تعداد ماهواره‌های بسیار بیشتری برای ارائه اینترنت به فضا ارسال کند. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، اسپیس‌ایکس با حداقل 10 پرتاب دیگر در سال جاری میلادی تعداد ماهواره‌های فعالش در مدار زمین را به بیش از 1000 می‌رساند. در پایان فاز اول، تعداد ماهواره‌های اسپیس‌ایکس بیشتر از 4000 عدد خواهد بود و در نهایت مجموع تعداد ماهواره‌ها به تعداد باور نکردنی 40000 می‌رسد. برای مقایسه، ویاسات در حال حاضر تنها 4 ماهواره در مدار زمین دارد. جالب است بدانید تا قبل از شروع پروژه استارلینک فقط حدود 1500 ماهواره فعال در مدار زمین وجود داشت. این یعنی اسپیس‌ایکس قرار است بیشتر از 25 برابر تعداد کل ماهواره‌های فعالی که هم اکنون در مدار زمین وجود دارند، ماهواره به فضا ارسال کند. اسپیس‌ایکس برای اولین بار در سال 2018 دو ماهواره مخابراتی با نام‌های تنتن آ و تنتن بی را برای آزمایش کردن اینترنت ماهواره‌ای به مدار پایینی زمین فرستاد. پس از انجام آزمایش‌های مختلف، اسپیس‌ایکس خط تولید ماهواره‌های خودش را در ردموند واشنگتن به راه انداخت تا اولین محموله شستایی از ماهواره‌های استارلینک را در اواسط سال 2019 با نام V.9 یا نسخه 19 را به فضا پرتاب کند. این دسته شستایی نیز آزمایشی بود و اکنون از رده خارج شده است و به مرور زمان وارد جو زمین می‌شوند. اسپیس‌ایکس به فاصله بسیار کمی در اواخر سال 2019 اولین محموله شستایی از ماهواره‌های عملیاتی نسخه 1 استارلینک را به فضا فرستاد. و از آن تاریخ تا لحظه نگارش این مقاله طی 14 پرتاب با موشک‌های فالکون 9 پیش از 800 ماهواره استارلینک نسخه 1 را در مدار زمین قرار داده است. هر ماهواره استارلینک 227 کیلوگرم وزن دارد و حد اکثر پهنای باند 20 گیگابایت بر ثانیه را فراهم می‌کند. اسپیس‌ایکس برای ساخت استارلینک نوآوری‌های زیادی به خرج داده است که برای توضیح کامل هر کدام از آنها شاید مقاله‌ای جدا نیاز باشد. برای همین در ادامه به صورت مختصر به مهمترین مشخصات و ویژگی‌های ماهواره‌های استارلینک اشاره می‌کنیم. تمامی ویژگی‌ها و مشخصات ماهواره‌های استارلینک در درجه اول برای پایین آوردن قیمت نهایی ماهواره‌ها طراحی شده‌اند. همین حالا نیز ماهواره‌هایی با فناوری‌های مشابه یا پیشرفته‌تر نسبت به استارلینک در مدار وجود دارند. اما هیچ کدام از آنها از لحاظ قیمتی قابل مقایسه با استارلینک نیستند. برای مثال، قیمت ماهواره‌های ایریدیوم که تا پیش از این رکورددار ارزان‌ترین ماهواره‌های تجاری بودند، 5 میلیون دلار به ازای هر ماهواره است. در حالی که قیمت تمام شده ماهواره‌های استارلینک 20 برابر ارزان‌تر و تنها برابر با 250,000 دلار به ازای هر ماهواره تخمین زده می‌شود. برای اولین بار در تاریخ شرکتی فضایی در حال تولید ماهواره‌ها به صورت انبوه و در خط تولید کارخانه است. این کار باعث می‌شود هزینه نهایی ماهواره که تا پیش از این به صورت تکی و در شرایط لابراتواری ساخته می‌شد، بسیار کاهش پیدا کند. هم‌اکنون اسپیس‌ایکس ماهیانه 120 ماهواره، روزی 4 ماهواره تولید می‌کند. مکانیزم جدا شدن ماهواره‌های استارلینک از مرحله دوم موشک در مدار نیز در نوع خود منحصر به فرد است. تا پیش از این ماهواره‌ها با استفاده از مکانیزم‌های فنری یا انفجاری پایروتکنیک از مرحله دوم موشک جدا می‌شدند که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. اسپیس‌ایکس اما برای پیاده کردن ماهواره‌ها در مدار ابتدا مرحله دوم موشک را به دور خود می‌چرخاند و سپس با رهاسازی میله‌ای که ماهواره‌ها را کنار هم نگه داشته است هر 60 ماهواره را به صورت یک جا در مدار رها می‌کند. ماهواره‌ها سپس به دلیل نیروی مرکزگرای ناشی از چرخش مرحله دوم به آرامی از یکدیگر جدا می‌شوند. ماهواره‌های استارلینک همچنین اولین ماهواره‌هایی هستند که از موتورهای یونیکریپتونی برای پیشرانش خود در مدار استفاده می‌کنند.
تا پیش از این برای سوخت موتورهای یونی در ماهواره‌ها از گاز زنون استفاده می‌شد که اگرچه عملکرد بهتری نسبت به کریپتون در موتورهای یونی دارد، قیمت آن بسیار بالاتر است. برخلاف سایر ماهواره‌ها، ماهواره‌های استارلینک فقط در یک سمت خود پنل خورشیدی دارند، ولی همین پنل به قدری بزرگ است که مجموع مساحت آنها در هر پرتاب شستایی از مجموع مساحت پنل‌های خورشیدی ایستگاه بین‌المللی فضایی بیشتر است. استفاده از تنها یک پنل یک پارچه در یک سوی ماهواره یکی دیگر از تصمیماتی است که با آسانسازی فرایند ساخت، سهولت باز شدن ماهواره در مدار و در نهایت پایین آمدن قیمت تمام شده کمک می‌کند. برای متصل شدن به اینترنت‌های ماهواره‌ای از جمله استارلینک، کاربر باید از آنتن‌های خاصی استفاده کند. یعنی برخلاف باور شایع اشتباه، نه اینترنت ماهواره‌ای 4G و 5G وجود دارد که بتوان به سادگی با گوشی و بدون تجهیزات به آن متصل شد، نه حتی در آینده ای نزدیک چنین اینترنتی عرضه خواهد شد. استارلینک برای ارسال و دریافت داده هم در ماهواره هم در دیش سمت کاربر از آنتن‌های خاصی به نام آنتن آرای فازی استفاده می‌کند. ویژگی جالب این آنتن‌ها این است که بدون نیاز به چرخیدن فیزیکی، تنها با استفاده از قابلیت برهم‌نهی امواج می‌توانند سیگنال ارسالی خود در باند فرکانسی KU و KA را در جهت‌های مختلف ارسال کنند. ایلان ماسک پیش از این گفته بود آنتن‌های استارلینک به اندازه یک پیتزا هستند. اما آنطور که از ویدیوهایی که چند وقت پیش به بیرون درس کرده مشخص شد، ظاهراً سایز پیتزای آمریکایی از بقیه دنیا خیلی بزرگتره. همونطور که گفتیم، بنا به ماهیت آنتن‌های آرای فازی، نیاز به تنظیم آنها به سمت خاصی نیست. هرچند آنتن پس از نصب به صورت خودکار و تنها یک بار موقعیت خود را به سمتی از آسمان که بیشترین تعداد ماهواره استارلینک در آن قرار دارد یا سمتی که کمترین مانع فیزیکی بین آنتن و آسمان باشد تنظیم می‌کند. راه اندازی سیستم مورد نیاز برای استفاده از اینترنت ماهواره استارلینک قرار است تا حد ممکن ساده باشد تا کاربر تجربه‌ای به اصطلاح پلاگ اند پلی داشته باشد. به گفته ایلان ماسک، مراحل راه اندازی اینترنت استارلینک از این قرار است: آنتن را به برق بزنید، آنتن را به سمت آسمان بگیرید. همانطور که گفته شد، آنتن مجهز به موتور است و به صورت خودکار تنها یک بار موقعیت خود را تنظیم می‌کند و پس از آن ثابت باقی خواهد ماند. در مدت کوتاه ارسال ماهواره‌های استارلینک به فضا، همه ناظران مانند کاربران مشتاق اینترنت پرسرعت مشغول تعریف و تمجید از اسپیس‌ایکس نبودند. در این میان، عده زیادی از جمله علاقه‌مندان به اخترشناسی، اقدام اسپیس‌ایکس برای ارسال هزاران ماهواره به مدارهای پایینی زمین را به باد انتقاد گرفتند. دغدغه این افراد از یک سو مشکل ایجاد زباله‌های فضایی و به وجود آمدن سندروم کسلر، شرایطی مانند فیلم گراویتی و سوی دیگر آلوده شدن بصری آسمان شب برای رصدهای نجومی در آینده است. اسپیس‌ایکس در پاسخ به این انتقادها میگوید ارتفاع عملیاتی ماهواره‌های استارلینک به قدری پایین است که حتی اگر تمام آنها در مدار خراب شوند یا در برخورد با یکدیگر و دیگر ماهواره‌ها باعث ایجاد اثر کسلر شوند، ظرف مدت کوتاهی تنها چند سال تمام بقایای ماهواره‌ها با ورود مجدد به جو زمین و سوختن در اتمسفر از بین خواهند رفت و زباله‌ای در فضا باقی نخواهد ماند. در ارتفاع 500 کیلومتری از سطح زمین، اگرچه شرایط نزدیک به خلأ است، اما سرعت بسیار بالای ماهواره‌ها حدود 21 ماخ یا 7 برابر سرعت گلوله باعث می‌شود حتی وجود مقادیر بسیار اندکی از گازهای جو زمین در این مدار نیروی درگ قابل توجهی روی ماهواره‌ها ایجاد کند. برای همین است که ماهواره‌های موجود در این مدار باید مرتباً مدار خود را افزایش دهند و اگر نه با گذشت زمان و کاسته شدن از ارتفاع مداری مجدداً وارد جو زمین خواهند شد و در آن خواهند سوخت. از سوی دیگر، نگرانی علاقه‌مندان به ستاره‌شناسی درباره استارلینک نیز بی پاسخ نیست. اول از همه، اینکه تصاویر و ویدیوهایی که از ماهواره‌های استارلینک در شبکه‌های اجتماعی وایرال می‌شوند، همگی مربوط به لحظاتی پس از غروب یا پیش از طلوع خورشید و مدت کوتاهی پس از قرار گرفتن ماهواره‌ها در مدار 200 کیلومتری هستند. پس از رسیدن به ارتفاع عملیاتی 500 کیلومتری، درخشش ماهواره‌های استارلینک بسیار کاهش پیدا می‌کند و دیگر با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیستند. دوم اینکه بیشتر اخترشناسی نوین همین حالا هم با استفاده از ماهواره‌های مستقر در مدار و تلسکوپ‌های فضایی مانند هابل
چاندرا و تس انجام می شود که استارلینک روی آنها تأثیری ندارد. سایر تلسکوپ های زمینی هم می توانند با دانستن اطلاعات دقیق مداری استارلینک و با استفاده از الگوریتم های کامپیوتری تصاویر و رصدهای خود را اصلاح کنند. با تمام این اوصاف، اسپیس‌ایکس دوستداران آماتور اخترشناسی و آسمان شب را نیز فراموش نکرده و با تغییراتی در رنگ و نوع پوشش ماهواره و همچنین مجهز کردن ماهواره‌های جدید به ویزور، شاخص آلبیدو یا انعکاس استارلینک را به شدت کاهش داده است تا همه بتوانیم همچنان از آسمان شب لذت ببریم. اگرچه اسپیس‌ایکس هدف استارلینک را فراهم کردن اینترنت پرسرعت و ارزان در سرتاسر دنیا عنوان کرده است، باید توجه داشت که اینها اهداف نهایی و بلند مدت پروژه است و در کوتاه مدت احتمالاً هیچ کدام از آنها محقق نخواهد شد. اگر نتایج تست سرعت استارلینک که در چند روز گذشته منتشر شده است را دیده باشید، احتمالاً متوجه شده اید که سرعت 17 تا 60 مگابایتی آن و حتی سرعت بالای 100 مگابایت بر ثانیه وعده داده شده در فاز اول عملیاتی چندان انقلابی نیست. همین حالا نیز سرعت فیبر نوری و حتی بیشتر سرویس‌های DSL در کشورهای پیشرفته از سرعت استارلینک بیشتر است. از طرف دیگر، آنطور که به تازگی مشخص شد، قیمت اینترنت ماهواره استارلینک بسیار بیشتر از دیگر انواع اینترنت پرسرعت است. هزینه اشتراک اینترنت ماهواره استارلینک در حالی ماهیانه 99 دلار خواهد بود که متوسط قیمت اشتراک ماهیانه اینترنت DSL در آمریکا 43 دلار، اینترنت کابلی 58 دلار، اینترنت فیبر نوری 56 دلار و حتی اینترنت گیگابایتی تنها 80 دلار است. علاوه بر قیمت اشتراک ماهیانه، با توجه به قیمت 500 دلاری دیش استارلینک، هزینه اولیه راه اندازی استارلینک نیز بسیار گرانتر از دیگر انواع اینترنت پرسرعت است. با توجه به اینکه سرعت استارلینک با استانداردهای کشورهای پیشرفته متوسط است و از لحاظ قیمتی جزو گرانترین سرویس‌های اینترنت به شمار می‌رود، پس اسپیس‌ایکس استارلینک را برای چه کسانی و چه بازار هدفی در نظر گرفته است؟ اول از همه باید توجه داشت که حتی در کشورهای پیشرفته نیز هنوز اینترنت پرسرعت به بسیاری از مناطق دورافتاده نرسیده است. اگرچه سرعت اینترنت در شهرهای بزرگ کشورهای پیشرفته بسیار بالا است و خدمات فیبر نوری با سرعت گیگابایتی دسترسی به اینترنت را مانند دسترسی به شبکه خانگی و اداری کرده است، اما وسعت بسیار زیاد کشورهای مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و روسیه امکان سرویس دهی به تمام نقاط کشور را بسیار سخت یا غیر ممکن می کند. بر اساس آماری که در سال 2017 منتشر شده است، 35% یا 22 میلیون نفر از آمریکایی ها که در مناطق غیر شهری زندگی می کنند، هنوز دسترسی به اینترنت پهن باند را ندارند و به طرز باور نکردنی 2 میلیون نفر هنوز از اینترنت دایالاپ استفاده می کنند. به عنوان مثالی دیگر، هنوز 2.5 میلیون نفر از مردم استرالیا اصلاً دسترسی به اینترنت ندارند. برای همین است که دولت‌ها مشوق‌های مالی زیادی برای شرکت‌هایی که بتوانند به این مناطق اینترنت برسانند در نظر گرفتند. برای مثال دولت آمریکا به شرکت‌هایی که بتوانند اینترنت پرسرعت برای مناطق غیرشهری فراهم کنند 16 میلیارد دلار سوبسید می‌دهد. استارلینک برای رساندن اینترنت به این مناطق و این افراد گزینه ایده‌آلی خواهد بود. تأخیر اینترنت برای بازارهای مالی به قدری اهمیت دارد که حاضرن برای کاهش دادن حتی چند میلی ثانیه آن میلیون‌ها دلار هزینه کنند. برای مثال، هایبرنیا و هواوی در سال 2011 برای اینکه زمان ارتباط بین بازارهای مالی لندن و نیویورک را تنها 5 میلی ثانیه کاهش بدهند، طی پروژه 400 میلیون دلاری 3000 مایل کابل فیبر نوری از زیر اقیانوس اطلس رد کردند، یعنی 400 میلیون دلار هزینه تنها برای کاهش 5 میلی ثانیه تأخیر. طبق شبیه سازی هایی که مارک هندلی استاد دانشگاه UCL از توپولوژی شبکه استارلینک انجام داده است، استارلینک حتی با همین ساختار فعلی خود نیز می تواند زمان تأخیر مسیر مذکور لندن تا نیویورک و مسیرهای مشابه را از فیبر نوری نیز بیشتر کاهش بدهد. می توان تصور کرد بازارهای مالی در سر تا سر جهان برای استفاده از استارلینک و کاهش دادن میزان تأخیر اینترنت خود حاضر باشند هزینه هنگفتی به اسپیس‌ایکس بپردازند. جالب است بدانید که استارلینک در فاز اول خود از ارتباط بین ماهواره لیزری یا لیزر لینک استفاده نمی کند. این یعنی زمان تأخیر فعلی با استفاده از ارتباط با ایستگاه‌های زمینی به دست آمده و در نسخه‌های بعدی امکان کاهش بیش از پیش زمان تأخیر اینترنت استارلینک وجود دارد.
استارلینک برای عملیات نظامی در نقاط دورافتاده نیز ایده‌آل است. برای همین است که حتی قبل از عملیاتی شدن پروژه، ارتش آمریکا از همین حالا برای استفاده از استارلینک با اسپیس ایکس قرارداد امضا کرده است. به صورت خلاصه، استارلینک در فاز ابتدایی بیشتر برای رساندن اینترنت به مناطق دورافتاده و سرویس دادن به مشتری‌های خاص تجاری، دولتی و نظامی است، نه رقابت با ISP‌های سنتی. اما پتانسیل همین بازار هدف به ظاهر کوچک باعث شده است که اسپیس ایکس پیش بینی کند تا سال 2025 درآمد استارلینک از مجموع سایر درآمدهای اسپیس ایکس بیشتر شود و برای همین احتمالاً به صورت یک شرکت مجزا سهامش را به صورت عمومی در بازار بورس عرضه کند. فوربس پیش بینی کرده است که درآمد سالانه استارلینک تا سال 2025 به بیش از 10 میلیارد دلار برسد و ارزش شرکت مستقل استارلینک بیش از 30 میلیارد دلار باشد. بی‌دلیل نیست که ایلان ماسک به استارلینک به عنوان منبع درآمد برای توسعه موشک‌های استارشیپ و ساخت کلونی روی کره مریخ نگاه می‌کند. اینترنت استارلینک تا چندی پیش در فاز بتای خصوصی قرار داشت و تنها تعداد کمی از کارمندان اسپیس ایکس به آن دسترسی داشتند. به تازگی، یعنی اکتبر 2020 یا آبان 1399، اسپیس ایکس فاز بتای عمومی اینترنت ماهواره‌ای خود را آغاز کرده و تعدادی از کسانی که بیش از این در سایت استارلینک ثبت نام کرده و ساکن آمریکای شمالی هستند، می توانند با پرداخت هزینه اشتراک و تهیه آنتن از اینترنت استارلینک استفاده کنند. اسپیس ایکس در تاریخ 28 اکتبر 2020 رسما دعوتنامه بتای عمومی استارلینک را برای کاربرانی که پیش از این ثبت نام کرده بودند ارسال کرد. تا هزینه استفاده از اینترنت ماهواره استارلینک و قیمت دیش یا همان آنتن آرای فازی پس از مدت‌ها گمانه‌زنی رسماً مشخص شود. بر اساس اعلام اسپیس ایکس، کاربران بتای عمومی برای استفاده از اینترنت استارلینک باید آنتن مخصوص آن را با قیمت 499 دلار از اسپیس ایکس تهیه و ماهیانه 99 دلار بابت حق اشتراک آن پرداخت کنند. استارلینک تنها پروژه اینترنت ماهواره در دست توسعه نیست. مهمترین رقبای استارلینک که از لحاظ نظری می توانند سرویس اینترنت قابل مقایسه ای ارائه دهند، وان وب و پروژه کایپر پروژکت از آمازون است. وان وب در ابتدا قرار بود منظومه ماهواره‌ای متشکل از 650 ماهواره مخابراتی در ارتفاع 1200 کیلومتری از سطح زمین باشد. با شیوع ویروس کرونا و سقوط بازارهای مالی، سافت بانک بزرگترین سرمایه گذار وان وب تصمیم گرفت به سرمایه گذاری خود در این شرکت پایان دهد و در نتیجه وان وب در ماه مارس 2020 اعلام ورشکستگی کرد. وان وب تا پیش از اعلام ورشکستگی 74 ماهواره در مدار زمین قرار داده بود و حتی بعد از ورشکستگی نیز درخواست مجوز برای ارسال 48 هزار ماهواره دیگر به FCC داده بود. سرانجام در جولای 2020 اعلام شد که دولت بریتانیا مزایده خرید وان وب را با مبلغ پیشنهادی 500 میلیون دلار برنده شده است. بسیاری گمانه‌زنی می‌کنند که با توجه به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، هدف این کشور از خرید این منظومه ماهواره‌ای ایجاد سیستم موقعیت‌یاب جهانی شبیه به GPS و مشابه اروپایی آن گالیله است، نه ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای. جالب است بدانید دو شرکت چینی به همراه اسپیس ایکس و آمازون نیز در میان شرکت کنندگان در مزایده خرید وان وب بودند. از آنجایی که FCC تنها اجازه استفاده طول موج خاصی از امواج الکترومغناطیسی را به هر شرکت می‌دهد، به احتمال زیاد هدف اسپیس ایکس و آمازون از اقدام برای خرید این شرکت ورشکسته تنها به دست آوردن حق استفاده از طیف طول موج وان وب بوده است، نه دستیابی به ماهواره‌ها و تکنولوژی‌های آن. آمازون در آوریل 2019 اعلام کرد که قصد دارد در جریان پروژه‌ای به نام کایپر، برگرفته از نام یک کمربند سیارکی در لبه خارجی منظومه شمسی، با ارسال هزاران ماهواره به مدارهای پایینی زمین بین 590 تا 630 کیلومتری دسترسی به اینترنتی پرسرعت را برای میلیون‌ها نفر فراهم کند. رئیس پروژه کایپر در آمازون راجیو بادیال است که پیش از این نایب رئیس پروژه‌های استارلینک در اسپیس ایکس بوده است. آمازون هنوز هیچ ماهواره‌ای به مدار زمین ارسال نکرده است، اما انتظار می‌رود با عملیاتی شدن موشک نیوگلن این ماهواره بر فراز موشک‌های چند بار مصرف شرکت بلو اوریجن، شرکت موشکی جف وزوس، به فضا پرتاب شوند. علاوه بر دو شرکت یاد شده و اسپیس ایکس، هر از گاهی اخباری از برنامه‌های شرکت‌های دیگر مانند اپل و سامسونگ برای ایجاد منظومه ماهواره‌ای به گوش می‌رسد.
اما با توجه به اینکه هنوز هم هزینه پرتاب موشک به فضا به مراتب از هزینه ساخت ماهواره بیشتر است، حتی برای اسپیس ایکس که خود شرکت موشکی است و از راکت‌های چند بار مصرف ساخت خود استفاده می‌کند، به نظر می‌رسد پروژه کایپر آمازون تنها رقیب جدی استارلینک باشد. سوال اصلی این است که آیا از اینترنت ماهواره استارلینک در ایران هم می‌توان استفاده کرد؟ اگرچه از لحاظ تئوری می‌توان از اینترنت ماهواره‌ای در هر کجای دنیا استفاده کرد و تنها لازمه آن داشتن یک آنتن است، ولی اسپیس ایکس خیلی واضح بارها اعلام کرده است که قصد ارائه اینترنت ماهواره‌ای بدون اجازه دولت‌ها را ندارد. گوین شاتول، رئیس و مدیر ارشد عملیاتی اسپیس ایکس، پیش از این گفته بود که شرکتش قصد شکستن قوانین کشورها را ندارد و به همین دلیل شرکت مطبوعش از همین حالا کشور به کشور و دولت به دولت برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای در حال مذاکره است. البته حتی اگر اسپیس ایکس در مذاکره با مسئولان ایرانی موفق به کسب اجازه سرویس‌دهی در ایران شوند، بسیار بعید است که به دلیل تحریم‌های آمریکا بتوانند به صورت رسمی سرویس اینترنت خود را در ایران ارائه دهند. اما اگر ساکنان کشوری که استفاده از اینترنت ماهواره استارلینک در آن ممنوع است یا اسپیس ایکس در آن کشور به صورت رسمی نمیتواند سرویس بدهد، به صورت غیرقانونی آنتن استارلینک را وارد کشور خود کنند چه؟ آنتن‌های استارلینک بنا به ماهیتشان باید از موقعیت دقیق جغرافیایی خود مطلع باشند تا بتوانند با تنظیم خودکار زاویه دیش تنها هنگام راه‌اندازی اولیه در بهترین وضعیت برای ارتباط با ماهواره قرار بگیرند. این یعنی اسپیس ایکس اگر بخواهد میتواند از موقعیت هر آنتن استارلینک با خبر باشد و آنتن‌هایی که در کشورهای غیر مجاز هستند را از کار بیاندازد. حتی اگر این کار هم ممکن نبود، اسپیس ایکس میتواند ماهواره‌های خود را طوری تنظیم کند که هنگام عبور از بعضی از کشورها سیگنالی ارسال نکنند، مخصوصا اینکه کشورهایی مثل روسیه، چین و هند قابلیت منهدم کردن ماهواره در مدار را دارند و اسپیس ایکس هم علاقه‌ای به ایجاد تنش با این کشورها ندارد. محتمل ترین سناریو برای ارائه سرویس در چنین کشورهایی فروش پهنای باند به آی اس پی های آن کشورهاست تا آنها پس از اعمال کردن قوانین و محدودیت های کشور خود اینترنت ماهواره استارلینک را از طریق روش های متداول مثل اینترنت موبایل، DSL یا فیبر نوری به کار بر برسانند. این یعنی استارلینک برای این کشورها نقش ستون فقرات یا بکبان اینترنت را بازی می کند. چیزی شبیه کابل های اینترنت زیر اقیانوس. در چنین حالتی، اسپیس ایکس می تواند در عین درآمدزایی و فراهم کردن غیر مستقیم اینترنت از ایجاد تنش با چنین کشورهایی جلوگیری کند. ایلان ماسک در پاسخ به توییت کاربر ایرانی درباره امکان استفاده مردم ایران از اینترنت ماهواره استارلینک نوشت: تا جایی که بتوانیم پشتیبانی می‌کنیم. اینترنت ماهواره ای را نمی‌توان محدود کرد. یک کارشناس حوزه فناوری در پاسخ به اینکه آیا امکان اختلال در اینترنت ماهواره استارلینک به وسیله پارازیت وجود دارد یا خیر هم گفت: شرکت اسپیس ایکس اعلام کرد قطر هر دیش که در پک خریداری شده موجود است 70 سانتی متر است. دیش را در هر جا که قرار دهید، از غرب به شرق به ازای هر 10 سانتی متر یک سیگنال ماهواره اسپیس ایکس را دریافت می کند. با این حساب تا امروز هر دیش در هر جایی که قرار بگیرد از 3 ماهواره سیگنال دریافت خواهد کرد. دیش ها دارای سیستمی هستند که به صورت کاملا هوشمند چرخیده و قوی ترین سیگنال از بین 3 سیگنال را تشخیص داده و روی بهترین و قوی ترین آنها متمرکز می شوند. اوج تکنولوژی اینجاست که با جابجا کردن محل دیش مثلا 70 سانتی متر کاربر سیگنال را از 3 ماهواره دیگر دریافت خواهد کرد. قرار است تا 2 سال دیگر 3 سیگنال تبدیل به 10 سیگنال شود. بنابراین جلوگیری از رسیدن سیگنال به دیش کاری بسیار دشوار است. وی اضافه کرد: همچنین کسانی که به دنبال مقابله با اینترنت ماهواره‌ای هستند به اندازه کافی با استارلینک آشنا نیستند، چون شبکه جی پی اس موقعیت یابی در دنیا دارای 60 ماهواره است. در آینده جی پی اس روی ماهواره های استارلینک می رود. این اتفاق ابعاد عجیب و غریبی دارد و مقابله با آن با طرح‌های خنده‌دار ممکن نیست. اینترنت استارلینک خواه نخواه در ایران فراگیر خواهد شد. وی افزود در پایان با اشاره به توییت ایلان ماسک در خصوص توسعه اینترنت ماهواره‌ای و امکان استفاده مردم ایران از آن تصریح کرد: تا کنون حدود 40% از ماهواره‌های این شرکت در مدار قرار گرفته و طی چند سال آینده خواه نخواه اینترنت استارلینک در دنیا و ایران فراگیر خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی به جای سیاست مقابله، همکاری با شرکت اسپیس ایکس منطقی تر خواهد بود.
البته با توجه به تحریم‌ها این همکاری می‌تواند غیر رسمی باشد، ضمن اینکه تکنولوژی هیچ مرزی ندارد و امکان دریافت مستقیم در آینده دور از ذهن نخواهد بود و در بحث هزینه اینترنت ماهواره‌ای ایلان ماسک نوید کاهش هزینه‌ها را در آینده داده است. به تازگی ایران هم اعلام آمادگی کرده که با شرکت استارلینک همکاری کند. اینترنت ماهواره استارلینک فعلا در فاز بتا یا آزمایشی است و اواخر سال 2020 میلادی به صورت تجاری برای آمریکای شمالی عرضه شد. سرعت اینترنت ماهواره استارلینک چقدر است؟ با توجه به نتایج آزمایش‌های اولیه، سرعت دانلود با استفاده از اینترنت استارلینک بین 30 تا 60 مگابایت بر ثانیه است و به گفته اسپیس ایکس این سرعت تا 100 مگابایت بر ثانیه نیز افزایش خواهد یافت. قیمت اینترنت ماهواره استارلینک چقدر است؟ هزینه اشتراک اینترنت ماهواره استارلینک در فاز بتا ماهیانه 99 دلار و قیمت آنتن آن 500 دلار است. اگه ویدیو رو دوست داشتید، لایکش کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. یادتون باشه توی قسمت کامنت ها نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. فکت فارسی وان همراه همیشگی شما.